دوستان درود بر شما. من پوزش میخوام، قرار بود که لایو اینستاگرامی داشته باشم، به دلیل بلاک شدنم در اینستاگرام متاسفانه نتونستم لایو داشته باشم، برای همین این ویدیو رو ضبط میکنم و در اختیارتون میذارم. خدمتتون عرض کنم، همونطور که هفته پیش صحبتش کردم این بود که قرار شد که از این به بعد من هفتگی که حالا لایو داشته یا حالا به صورت ویدیو، من از نظر فنی فعالیت فنی رو آموزش بدم، تکنیک‌های فنی رو، تکنیکی رو در کانال فوتابا به اشتراک بذارم و با هم دیگه صحبت داشته باشیم در این رابطه. خدمت رو عرض کنم که قبل از اینکه این مسئله رو شروع کنم، خاطرتون هست جلسه پیش برنامه‌ش گذاشته بودم، بعضی از افراد شاکی بودن که چرا ما هم بودیم، ما هم کار کردیم با استاد میرزایی، ما هم اون موقع شما نبودید، ما بودیم از این حرفا. که من در ارتباط با این صحبت ها گفتم که اگه شما ها بودید هم خب کارتون رو نشون بدید، بیایید برای مردم تکنیک ها رو نشون بدید، نه که فقط تکنیک بزنید و برید، تکنیک رو بیایید به صورت درست تشریح کنید برای مردم و توجیهشون کنید، توجیه علمی و فنی بکنید. در این صورت ما میتونیم خب حرف شما رو هم ببینیم و مردم خودشون قضاوت میکنن و منم اگه قول دادم، اگه ببینم که واقعا چیزی برای گفتن دارید، خب دوباره روی راه شما خواهم بود و میتونم شاگرد شما باشم، ولی متاسفانه هنوز خبری نیست و فقط حرف بوده که ما از این افراد شنیدیم و هم خواستم این یادآوری بکنم. این جلسه من کلاً تصمیم گرفتم که عتبه رو شروع کنم به تشریح کردن و حرکاتش رو توجیه بکنم که چرا با اون شده انجام میشه و کاربرداش چیه و از این حرفا، از عتبه شروع بکنم، چون عتبه رو همه خوب میدونید، همه این کار رو کردم و من هم قبلا این کار رو کردم، مخصوصاً استایجی که در ایران داشتم کاملا مشخصه. برای شروع عتبه، ولی قبل از اینکه عتبه رو شروع بکنم، یک مسئله هست که باید اینو در اختیار شما بذارم صحبت شروع کنم، اونم موضوع چین نوعه. ببینید، من تو سبکای دیگه کمتر دیدم که مثل ما اون چین نو رو در تمام محوراشون یا ترکیباتشون داشته باشن. بیشتر ترکیبات ما و محورهای ما شروعش یا پایانش با چین نوعه. اینو خواستم یه مقدار راجع به چین ابتدا صحبت کنم و بعد جلسه بعد میریم برای یه عتبه، چون فکر میکنم فرصت بشه. خدمتتون عرض کنم که پرسش من در بحله اول اینه که آیا میدونیم ما چند نوع چین نوع در تاوا داریم؟ کسی میدونه؟ خب من پاسخشو میدم، ما 7 نوع چین نوع در تاوا انجام میدیم. حالا اصلا تعریف چین نوع چیه؟ اولا قبل از اینکه این صحبت رو باز من عنوان بکنم، بهتون بگم تمام این صحبتهایی که من الان میکنم یا تمام این تعریف ها و این تشریحاتی که دارم در این رابطه انجام میدم، صرفا از طرف من، یعنی اینکه استاد میرزایی یا کسانی که من ازشون تکنیک ها رو آموزش دیدم هیچ وقت نیومدن همچین صحبت هایی رو برای ما بکنن که مسئله رو بازش بکنن. پس الان که من میخوام این صحبت های راجع به چین رو بکنم، کلن حرف منه، یعنی اینکه من به این نتیجه رسیدم و به این به صلاح نهایت رسیدم که به این خاطر و صحبت هایی که الان میکنم، تکنیک هایی که الان میخوام براتون تشریح کنم، صرفا از طرف من و کانون ورزشی و پرورشی تنبربان. خب همونطوری گفتم ما 7 نوع چین رو داریم. تعریف چین رو اینه که، یعنی اینکه ما از یک نقطه، یعنی اون نقطه ته جمله در جمله ها که هست، نقطه که میذاریم که اون جمله تموم میشه، در کانون فوتابا هم ما با چینو انجام میدیم، یعنی چینو نقطه ته جمله است یا چینو
آخرین عمل اون ترکیبه. حالا البته میشه به چی دور، من فقط یک نوع تعریف ازش شنیدم در کلاسای کسایی که به من آموزش میدادن، اون بود که میگفتن که چینو یعنی تقسیم قدرت. خب تقسیم قدرت یعنی چی؟ ما چجوری میتونیم در رابطه با این صحبت تقسیم قدرت توجیه بشیم؟ یعنی تقسیم قدرت چی رو میکنیم؟ از بدنمون داریم قدرت رو تقسیم میکنیم یا چی؟ اینو من نمیدونم، یعنی به ما فقط گفتن تقسیم قدرت. حالا نتیجه که من گرفتم اینه که آماده سازی بدن برای حرکت بعدیه، برای ترکیب بعدیه یا تکنیک بعدیه، که وقتی ما در یک نقطه ساکن میشیم حالت چینا رو انجام میدیم برای آماده سازی بدن برای حرکت بعدی. این تعریف من. و همینطور همونطور که گفتم نقطه تای جمله، یعنی که آخرین مرحله از ترکیب رو ما میتونیم با چینو تمومش کنیم. البته یکی از مراحل هاست، ما گادو هم داریم، گارد هم داریم، یا کامیسمان هم داریم، یا چیزای دیگه هم داریم، ولی بیشتر مواقع با چینو انجام میدیم، مخصوصا در خطوط اولیه یا در خطوط بالا انتهای محور رو با چینو انجام میدیم، با چینوهای دیگه. همونطور میگفتم ما 7 نوع چینو داریم. چینوی اولی که در آناتوا انجام میشه به این شکله، چینوی دوم در اتادو ما به این شکل انجام میدیم، یعنی که دستامون دیگه کاملا کشیده نیست، یک شکستگی داره، مشت دستمون در 45 درجه قرار میگیره، نه صفره نه 90 درجه، در 45 درجه قرار میگیره و به اندازه عرض شونه هامون هم دستامون رو باز میکنیم، نه 45 درجه، به این حالت. این میشه چینه اتادو. حالا چرا در اتادو ما به این شکل چینه رو میگیریم؟ خود شما حتما متوجه شدید که ما کلا تکنیک های اتادو تکنیک های تعادلیه. حالا ما در تشریح اتادو هم بهش میرسن. وقتی که ما اتادو رو انجام میدیم بیشتر داریم روی تعادل بدن تمرین میکنیم، برای همین تمام ضربات پای در اتادو که میزنیم روی بعد از ضربه یک مکسی داریم روی یک بار که بتونیم تعادلمون رو حفظ بکنیم و بعد داریم بر حرکت بعدی. یا اینکه بعد از ضربه پا ما حتما یک تکنیک دیگه ای انجام میدیم با دستمون به عنوان عکس‌العملی که برای اون ضربه پا انجام شده. حالا اینا رو در اتادو من بیشتر توضیح میدم بهتون، توضیحتون میکنم. ولیکن چینوی اتادو همونطوری گفتم به خاطر تعادل، حتی رتوی اتادو هم مثل اناتوا یا سبکای خطای دیگه باز نمیشه، یه مقدار کوچکتره. این به خاطر اینه که اون تعادل ما باید در کل خط اتادو تمرین بکنیم و اون تعادلمون رو حفظ بکنیم. این چینه اتادو هم به همون منظوره. در خط بعدی سوتو ما 3 نوع چینو داریم. اول تکنیک سوتو که شروع میشه با چینوی باز، یعنی همون 45 درجه رو به جایی که بره پایین مستقیم انجام میدیم با دست باز، حتی شست باز. البته اینو برای ما به این شکل توجیه کردن که ضربه میزنیم به دوتا حریف، به سینه حریف، که بازم من فکر نمی کنم که این بموشه کاربردی داشته باشه. همونطوری گفتم میتونیم اینو به عنوان یک برآوردی، یک آماده سازی برای حرکت بعدی بکنیم در سوتو، و دستامون هم به این شکل باز میکنیم، از مچمون شکسته است، کاملا به قول معروف کشش عضلات دستمون رو روش انجام میدیم، چون میدونی که بعد از سوتو که ما هم ترکیب دست و پا هست میریم برای سانسوان که بیشتر دست میریم، بدنمون رو آماده میکنیم برای اون تکنیک های ریزی که در سانسوان هست. خب اینجا هم دوی گفتم پاها از حد معمول بیشتر باز میشه، برعکس از حدی که از حد معمول کوچکتر باز هست در سوتو بیشتر باز میشه و دست ها کاملا کشیده به پهلو، این چین رو انجام میدیم. این یکی از چینوهای سوتو هست. یکی دیگر از چینوهای سوتو، وقتی که ما در این حالت هستیم اوسایاکیاتو رو که میزنیم برمیگردیم به رتو، حالا من بعد در این سمت نشون میدم که جلوی دوربین باشه، ما یک چینوی به این شکل انجام میدیم
یعنی همون چینوی معمولیه، اما یکی از دستا 45 درجه بالاست، یکی از دستا 45 درجه پایینه در موازات پای عقب که بعد می‌بینیم برای حرکت بعدی. پس دومین چینو در سوتو به این شکل انجام میشه، کاملا دستا کشته. من می‌بینم بعضیا به این شکل انجام میدن، اینو میشکنن، این چه آفما، این چینو نیست، کاملا دستا باید کشیده باشه با نگاهمون به عقب. که ادامه می‌دیم حالا وقتی که سوتو رو تشریح می‌کنیم به اونجا خواهیم رسید. پس دومین چینو در سوتو در 45 درجه پشتمونه که یکی از دستا 45 درجه بالاست، یکی از دستا 45 درجه پایین، درست به همین حالتی که 90 درجه با بدن ما داریم، به این شکل سوتو به این شکل در سوتو به این شکل چینو انجام میشه. سومین چینو در سوتو ضربه به سینه حریف و باز شدن به کنار در طرف تا 45 درجه و جفت دستامون هم شکسته است از آرنج. حالا این حرکت رو بخوایم ما انجام بدیم، اگه از این حالت بخوایم به این شکل بریم، این دورانی به اون شکل نداره. تعریف کوانتوتاوا یکیش اینه که ما هر حرکتی رو باید با دوران انجام بدیم. یعنی وقتی که ما اینجا این چینو رو انجام بدیم، این دوران رو ما انجام میدیم، این چرخش رو انجام میدیم، یا اینجا این چرخش رو انجام میدیم، در اتلو این چرخش رو انجام میدیم. همینجا در سوتو در سومین چینوش به خاطری که این چرخش انجام بشه، دستامون که در شالمون معمولا به این حالت برش میگردیم، بلا فاصله قبل از اینکه چینو رو انجام بدیم دستا به این حالت بر میگرده. وقتی که به جلو میره در حالت ضرب زدن به سینه حریف، دستا اون دوران رو میگیره و میره به 45 درجه. یعنی به این شکل ما بلافاصله اینجا برمیگرده و ضربه میخوره توی سینه حریف، میریم به 45 درجه. این هم سومین چینویه که در سوتو وجود داره. پس ما سه تا چینو در سوتو داریم، یه چینه کوچیک در اتادو، چینه معمولی هم در اناتو که 5 تا شد. دو تا دیگه چینو هم داریم، یکیش هورای ما چینوه که وقتی ما به هورای ما رتو ما میستیم، این چینو رو ما در خطای بالا داریم، از آسانه به بالا، همون چینوی که در چرپن در رولو رو میخواییم بگیریم به این شکل انجام میشه. یعنی باز همین 90 درجه که دستامون هست بازو انجام میده، در حالی که دست چپمون در مسیر پای چپه، دست راستمون در مسیر پای راست. به این میگیم هورای ما چینو و به این شکل انجام میشه. و من باز دیدم در ایران وقتی که هورای ما چینو رو انجام میدن به این شکل میکنن، اینو میشکنن، نباید شکسته بشه. این برای پیشگیری یک حرکت دیگه است، قاطیش نکنید با چینو، چینو کاملا کشیده است، هورای ما چینو. و هفتمین چینو ما از مایانا به بالا داریم که اسمش هم همون چینو مایانا است. یعنی وقتی که ما معمولا در حالت یترتو هستیم و دستا به این شکل باز میشه، این حالتو ما در انتهای ترکیب یا در انتهای محور میگیریم که این مایانا چینو یا چینو مایانا است که دستامون باز شکسته است. اون حالت اون شاهینواره رو ما به این شکل انجام میدیم در چینو مایانا که باز حالت پای اتراتوه، دستو از جلو به این شکل انجام میده چینو رو. من دیدم بعضیا یه همچین کاری میکنن که چی؟ کاملا باید از جلوی بدن به پهلو انجام میشه، دستو نه بالاست نه پایین، کاملا در موازات سطح زمین، در موازات در امتداد شونه های ما این چینو رو انجام میدیم، دستا هم به این شکل. این هفتمین چینوی بود که من خواستم براتون تشریح کنم امروز. خیلی خوشحال میشدم که این لایو باشه و اگه پرسشی دارید همینجا داشته باشید که من بتونم پاسخش بدم، که متاسفانه به این شکل شده کار ما و نشد که
لایو داشته باشیم. من همینجا بسنده می کنم و تا ببینم که بازخورد این صحبت ها چیه، به چه شکلیه، و در آینده همونطوری گفتم در هفته بعد هم پاسخگوی پرسش های شما خواهم بود و همین که عطاده رو شروع میکنیم به آموزش. براتون آرزوی روزها و شبهای خوبی رو دارم. بدرود تا درودی دیگر.